خدا وکیلیم بیل بیل اکا رو ببینیم بچه ها، رو سقف آویزون، رو سقف آویزون کرد. شهرداری بوژنورد دوست دارم، دوست دارم شهرداری بیل بیل اکایی با رنگ های مختلف، و اینجا هم از بچه های آفرودر داره اینجا، در کل آفرودر ها سر هر چهارراهی یا هر خیابونی پیدا میشن. پراید بسیار داره که همه پرایداش هم رو سرشون از این تابلوهای آژانس داره، و اینکه نزدیک مرکز شهر هم، چون شهر کوچیکه مرکزش با همش زیاد فاصله با هم نداره، و ببینید چقدر فروشگاهی با کلاسی داره، مردم هم ماشاءالله بیرون حال میکنن برای خودشون، ولی مارس این سقفش شدم به خدا، سقفش خیلی باله. بریم به سمت خیابون طالقانی داخل شهرش. مردم سرزنده ای داره، اهل خرید کردن، اهل خیابون رفتن، گشتن، چرخیدن. حالا امشب میخوام ببرم توی خیابون اصلی و به حساب جای با کلاس شهرش، و فردا حالا بریم سمت جای قدیمی و جای مثلا روستایی پسند تورش و اینا، چون شیروان بچه ها خیلی خوششون اومده بود از اون ولاگایی که توی شهر رو اینا گرفتم. احتمالا بعد از دیدن ویدیوهای کل شیروان و هرکول متوجه خواهی شد که شهر باحالیه، و حرفم تایید میکنی. من دلیل نداره که بخوام شهر ننه بابا و اجدادیم که نیستش که بخوام تعریف بکنم، ولی شهری که مردم با کلاسی داره و دوستش دارم. خب بچه ها، زیر این سقف خوشگل ماشین رو پارک کردم و دیگه گفتیم که حالا این خیابون رو زن زندگی آزادی هم اینجا شهیدن جریان داره، و گفتیم همین خیابون تا 3-4 تا 4 رو بریم بالاتر. اگه واقعا بوژنور تا حالا نیومدین، این دوست پاکبان اون هم بهش تخمه دادم، هم یه مقداری بیشتر از اون هزینه بهش دادم، میشه جونش بشه توی هوای سرد. اگر احتمالا بوژنور نیومدین و توی این ولایی که دارم میگیرم از این شهر خوشتون اومد، یک پیام تو دایرکت بهم بدین، و اینکه بیاین ببینین شهر مردم باحالی داره خدا وکیلی، خیلی با کلاسه. ممکنه فکر کنین با شهرستان دیگه، شهرستانه دیگه، آره همه جا غیر تهران شهرستانه، اما شهرستان داریم تو شهرستان. و یکم وایسم پشت چراغ قرمز، یکم کلاس بذارم سبز بشه عبور کنم. مردم اینجا در کل مردم خراسان شمالی یه لهجه خیلی خاصی دارن، و کاملا مشخص میشه که مثلا مال این خطن. مثلا ممان مثال وقتی یک اصفهانی داره صحبت میکنه، همه میفهمن که مال اصفهانن. بچه های شیروان، بوژنورد و قوچان هم وقتی صحبت میکنن همه میفهمن که مال خراسان شمالی هن، و در کل خیلی لهجه باحالی دارن. از این خر و سگا هم داره اینجا. وای خدای من، عجب ماگا و فلاسکای قشنگی داره اینجا. یعنی باور کن تو خود تهرون هم از اونا پیدا نمیشه. باحاله باحاله. ببخشید خیلی زوم بود. مردمش هم ماشاءالله راحت، آزاد، بدون حجاب اجباری، پر از جوانای اهل حال، خیلی واقعا خیلی شهر خوبیه.
بچه ها ماشین رو، بچه ها ماشین رو فقط نگاه کنین. دم صاحبش گرم، رونیزی به این خوشگلی تا حالا نایده بودم. چقدر هم درخت های قدیمی و باحالی داره، یعنی شهر سرسبز و در کل دوشش دارم دیگه. این شهر هم پر از مجتمع و پاساژ و خدمت و ازکم جاهای شیک و با کلاسه و جوانایی که واقعا هم جوانا و بچه های خوشتی پیان. حالا نمیدونم امروز بعد از ظهر فردا روز تعطیله، نمیدونم چی که اینقدر شهر و خیابونا شلوغه و خیلی دوست داشتم شب بیام دوباره راهی توی این شهر برم. احساس میکنم که خیلی دیگه دارم تعریف میکنم و خودتون دیگه شاهد و گویا باشه این تصاویر براتون. فقط درخت ها رو ببینیم بچه ها که چقدر قدیمیه. یاد خیابون اصلی خرم‌آباد افتادم که اونجا خیلی درخت های قدیمی داره و جاتون حسابی خالی. یه چیزی که بچه ها متوجه شدم توی این شهر این هستش که مردم خیلی به طرز پوشش و لباس و تیپ و استایلشون خیلی اهمیت میدن و خیلی مردم های خوشپوش و خوش استایلی داره. بچه ساعت خدمت رو از کنم حدود 10 شبه، من طبعا 2-3 ساعتی ولگردی کردم توی خدمت رو از کنم خیابونا و بازاره بوجنور با یکی از دوستان سابق همه قراری گذاشتم توی کافه ای، رفتیم هم دیگر رو دیدیم و حالا به هر حال بنابر مصلحت هایی نمیشد حالا ویدیو گرفت و اینا، دعوت کرده من شب خونه و اطلاع بشن میرم پیش اون. قبلش میخوام برم بومگردی کلبه باک، مهندس کمالی عزیز که هر موقع من میام بوجنور طبعا بهشون سر میزنم، خیلی دوستشون دارم و احترام خاصی براشون قائلم. بریم اونجا، اگر اطلاع مهندس خیلی گیر میده امشب نگه هم داره، ولی بریم پیش دوستمون. حالا شاید فردا شب رفتیم پیش مهندس کمالی. چون بومگردی مهندس کمالی دقیقا پشت باند فرودگاه بوجنور، در الان این فضای سیاه و خالی که داریم میبینین باند فرودگاه بوجنور هست و یک حالت شهرک مانندیه دقیقا پشت باند که بومگردی کلبه باغ اونجاست. خب ماشین رو پارک کردم توی پارکینگ اینجا که داریم میبینین، پارکینگ بومگردی کلبه باغ هستش که حالا این هم بومگردی هم این که حالت سفره خونه است و مردم بوجنورد میان حالا آخر هفته یا در طول هفته میان اینجا برای چایی میخورن و میشنن دور هم دیگه و خدمت رو هست که اینجا قاعدگاه بومگردی کلبه باغ هستش آقای مهندس کمالی عزیز که نمیدونم هستند یا نه. یه سر بزنیم، جای باحال و باصفاییه، خیلی تغییرات دادن، قبلا اینجا زیاد چیز نبود، این اتاقک و اینا نبودش، یه مقدار تغییر کرده ولی سویت ها که همین سویت های قبلیه. ببینید خود مهندس هست یا نه. ای جانب دایی هم داره کار میکنه، یک خیلی دوست داشتنی هستن این دایی ما و سبک اتاقا که تغییر نکرده، همین 4-5 تا سویت و اتاق هست و بنده خدا خود مهندس که نبود، خانومش بود و حالا قرار هستش بیان. تا قبل اینکه خود مهندس بیاد من یه دوری اینجا میزنم و بهتون نشون میدم که اینجا چی هست چی نیست چی داره چی نداره. جای باصفاییه، یعنی حتی اگر اقامت هم نخواستیم بیاییم بوجنورد، تو مسیر مشهد به شمال، تهران به مشهد و مسیر مشابه میتونیم بیان اینجا چایی، قلیونی، شامی و این کلبه چوبیش هم داشته باشین. ای جانم چقدر دوست داشتنی اینجا. یه زمانی با شلگا رو میبستیم همین گوشه کنار، خود مهندس هم سگ زیاد داشت و میومدیم
از این پله ها برم بالا. اینم کلبه چوبیه، اقامتگاه بومگردی کلبه باغ. باز همینطوری جلو جلو بریم عقب. با چند تا بچه ها اومدیم اینجا، در کل خاطرات خیلی خوبی داریم. خود مهندس هم پسرش اینجا ساز میزد و یادش به خیر. یعنی عمر داره میگذره ها، یعنی مثل هم چی داره عمر میگذره. همین دو سه سال پیش بود که ما اینجا بودیم توی مسیر شمال و اینا، و در اصل تغییر نکرده، فقط ورودی بومگردی رو قربت برم درست مثل. فقط بومگردی خب ورودیش رو یک مقداری مهندس تعمیرات و اینا کرده و اتاق دوره همی دارن، اتاق دارن، لمکده دارن و تخت دارن. این برم کلبه چوبی هست و جزیره و آتشکده. بریم تا ته، یعنی تا تهش بریم امشب. یعنی منظورم این که چیزه، حالا منظور نگیرین، خدا مرگم همه تونو نده که آدم جرأت نمیکنه جلو شما حرف بزنه. محیطی برای سرگرم کردن و تو کوچه علی چپ فرستادن بچه ها. و از بالا رو گوگل که نگاه بکنین این باغ واقعا، ای خودم آقای خانومی اومدیم اینجا یه زمانی، لنگی از این پنجره بیرون میذاشت و عکس میگرفتیم ازش. ای جوونی 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 جوونی، بد جور بچه ها همه چی داره میگذره ها، بد جوری همه چی داره میگذره و چیزی هم نمیمونه از آدم جز خاطره. حالا با کسایی که بوده، جاهایی که رفته، خاطراتی که داشته. و در کل این عمر لاشی بعد جور داره میگذره، بعد جور داره میگذره. اینجاها بود من شلگار رو میبستم. حالا بچه هایی که توی پیش قدیمی هن دقیقا دارن خاطرات اینجا رو، آمار اینجا رو ببینم میتونم حوصله بذارم از توی اینستاگرام یه سری. آخ اینجا میشستیم روی اینا، ای خدا، ببینم میتونم حوصله بذارم از توی ویدئوهای سفر داره ایران. اینجا هم دیگه بهتون گفتم بچه ها، چون جان دخمرک ترکمن و کم کم چون داریم وارد اقلیم بچه های عزیز ترکمن میشیم، اینجا هم کم کم دیگه خواهید دید که به قول معروف نمیدونم چی کار کنم. بچه ها بجنورد رو ببینم برم جلوتر. چند تا بچه ها ترکمن صحرا قسم هم دادن که علی رضا مجید ما بیای و به اون سر نزنی. نمیدونم برم سمت ترکمن صحرا و یا اینکه بجنورد رو تموم کنم برگردم مشهد باز مدتی کار کنم. غریبه که نیست این اوضاع خب اوکی نیست، سخته و آدم خیلی با به قول معروف حواس جمعی و حساب کتاب میکنه. و درک بکنیم بچه ها که شرایط سخته تو این شهرهای کوچیک. هم میبینین که واقعا نمیشه کار کرد. الان تو خود این بزرگ این همه ماشین و این همه سواری داره و نمیدونم، دعا کنید که شرایط جوری پیش بره که حداقل الان که چنل به مونتایز رسیده بتونم طبق به روالی که الان هست هر روز و هر شب ویدیوها رو آپلود بکنم. بریم اینجا یه دیشی بکنیم، دشتی خیلی تمیزی داره. و اینجا هم رستوران بود و کلی غذای باحال داشت مهندس. این سویت ویژن که وان داره و حمامش خیلی شیک و با کلاسه که حالا حتما توی ویدیوها بهتون سعی میکنم برگردم نشون بدم. بریم سرویس رو برگردیم. بابا شما آقای مهندس کوالی خیلی فرق کردی. سلامتی بیخبر مخلص خوبی باشه. سیبیلی تا آب دادی ما هم سیبیل نشی جان. بچه های قدیمی میدونن که شلگای رفیقی داشت به نام تدی
حتما برم گفت ویدئوها رو پیدا میکنم بچه ها. هنوز هست محکم و همچنان داره فرار میکنه دست با آیا من از کمالی عزیز و دایی عزیزمون. ای خدا چی دستی هم میده. بیا بالا بیا بالا. اوخ یه دی بیا. ای خدا اوخی الان چند سال شما از 3-4 سال رو دارم. اون نمون تیدی پدرش بود. نه بابا جدی میگی؟ طبیعی فوت شد یا؟ نه سگ بزرگی ها خود آخ 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 بچه همونه بچه اون داره؟ ای خدا عشقه عشقه. اینا من از کمالی عزیزمون و بومگردی کلبه باغ. حالا فردا شب میام پیششون و شلا مزاحمشون میشیم. خب بچه ها نشستیم یک نیم ساعتی و مهندس یکم گپ و گفت کردیم. فردا شب قرار شد که بیام پیشش و دی جانم شاد با حاله خونه مادر بزرگ من از این چیزا بود و اینکه کافی شاپش هم ماشاءالله راه انداخته و کیک هم که هفته الان همش سفارش رفت و فقط تیرامیسو مونده. در کل خدا رو شکر کار کاسبیشون خوب گرفت و مهندس هم خیلی اذیت شد توی این سالا وام و دیگه خدمت رو از کنم فشارهایی که گردشگری اینا میارد ولی خدا رو شکر دیگه الان از اون دوران گذشته و شاکی بود میگفتش این کنار بومگردی اومدن زدن و میگم هرچی سختی بود این بند خدا کشید حالا استفاده و عشقش رو بقیه در میبرن. خیلی خوب بریم بچه ها. یعنی ممکنه باورتون نشه برای یک 20 دقیقه نیم ساعتی غم و غصه خودم و مکافات های خودم و دنیایی که همون توش عقب عقب میریم جلو اصلا کلا ذهنم رفت و پای صحبت مهندس بودم چقدر سختی فشار الان گفتش خرید مواد غذایی خیلی سخت شده حالا گوشت و مرغ و اینا برای رستوران اینا دارن دیگه. خدمتون عرض کنم که گیرا وضعیت اقتصادی کم حالا کم بود مسافر کرونا تموم شد حالا باز خوردم به این دوره و اینا واقعا مهندس دلش خیلی پردرد بود پردرد بود و این چیزی که تمام بومگردیدارهای ما الان با این وضعیت رکود دارن دست و پنجه نرم میکنن و اشاره دعا میکنم که هرچه سریعتر حداقل بنده خدا خیلی هزینه کرد اینجا من به هر دوستیم رفیقیم بارها اومدن اینجا و خیلی داستان داشت خیلی سخت بود براش و انشالله که مشکلات هرچه زودتر حل بشه. یه لحظه بچه ها وایستادم که تو گوگل آدرس یه جی رو در بیارم این بند خدا پیرمردی هست وایستاده اینجا. بابا جان کجا گفتی میخوای بری؟ نزدیکه؟ بفرم بشین من صندلی جلو پره میخواین عقب بفرم بشین بشین میبرم بشین بابا ثواب داره گناه داره بند خدا خواهش شکرم خوش اومدی بابا خداحافظ خداحافظ خداحافظ. بند خدا دقیقاً اون ور شهر میخواست بره دیگه بردمش دیگه بهش میگم بابا خوش بحال شما که حداقل نصف عمرتون توی خوشی و نعمت زندگی کردی. به من گفتش نه بیشترین عذاب رو ما داریم میکشیم که اون دوران رو دیدیم و الان هم داریم میبینیم. خب بچه حدود ساعتهای ده و نیم اینا هستش یه رو 20 دقیقه دیگه توی کافه قرار دارم با این دوستم و قبلش فقط غریبه که نیست یه چند جای کار دارم باید برم جوراب بگیرم جورابم یکی از انگشتای کوچیک پام سوراخه جوراب سوراخه البته و اینکه همین دیگه چند تا خرت و پرت دیگه هم لازم دارم اونا رو بگیرم و بریم کافه و دیگه بعدش هم دیگه بریم پیش دوستمون. کافه رستوران لوتوس هستش جایی که قرار دارم و بعد خدمت رو عرض کنم که چقدر این شهر پر کافه است یعنی کافه خیلی زیاد شده و کافه هاش خیلی کافه شیکی هست. این دوست من اینجا کار میکنه اگر احیانا اومدین خدمت رو عرض کنم کافه رستوران لوتوس اینجا فکر کنم باریستا من که نه باریستا با منه و چقدر هم جای خوشگل و
شیک و با کلاسیه. بریم تقریبا یک نیم ساعت دیگه کارش تموم میشه و برم تا موقع من بشم ویدیو رو آماده کنم. یکم بچه دقت کردم توی جزئیات این کافه، در گز ساختمانایی بهتون گفتم که معماریشون مال سمت عشق‌آباد و ایناست. این سقف‌های شیروانی که حالا تو شمال و مشهد هم بعضی وقتا دیده میشد، یک بنای قدیمی هست. این قسمت حیاط رو اومده مسقف کرده و کار خوشگلیه. اون تابا رو ببینین به صورت صندلی و معماری شیکی داره. چقدر کافه شیک و با کلاسیه. حالا مشهد زیاد اهل کافه رفتن ایران نیستم، اما بهتون گفتم که بوژارد شهر با پرستیژیه و مردمش هم خیلی اهمیت میدن به این چیزا. در کل کافه شیکیه و دمشون هم گرم. این دوستان حسابی شهروندمون کرد و لازانیای دستپخت خودشون رو دیگه شام رو قرار شد اینجا بخوریم. خب بچه ها مثل همراهیتون ترمش و ویدئوهای امروز دیگه کلن تموم میشه. فردا صبح سمت دو سه تا روستاهایی که حالا هدف گردشگری از توی برژنوز اونجا میرم و دیگه خدمت رو از کم که شبم بعد برم شما از کمالی تا حالا ببینیم فردا چی میشه. شبتون بخیر و مرسی از همراهیتون.